سلام، علی علیزاده هستم و امروز 11 آبان 97. دیروز گاردین، معتبرترین روزنامه بریتانیا، دومین مقاله خودش درباره رابطه ایران اینترنشنال و خانواده سلطنتی سعودی را منتشر کرد. اثبات کرد که بودجه 250 میلیون دلاری ایران اینترنشنال از طرف محمد بن سلمان اومده به واسطه گری سعود القحطانی. سعود القحطانی چه کسی است؟ خبرگزاری رویترز در 22 اکتبر مقاله نوشته و مدعی شده سعود القحطانی طراح دستگیری بیش از 100 شاهزاده سعودی و زندانی کردنشون در هتل کارلتون ریاض، طراح گروگان گرفتن سعد حریری نخست وزیر لبنان، شکنجه او و گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی از او، و همینطور کسی است که وقتی جمال خاشقچی وارد کنسولگری سعودی در ترکیه شد، به صورت اسکایپی او را بازجویی احتمالاً شکنجه کرد و دستور قتل او را با گفتن اینکه سر سگ رو برای من بیارید صادر کرد. برای همین من معتقدم مقاله دیروز گاردین حجت رو بر همه ما تموم میکنه. تلویزیون ایران اینترنشنال بنیانگذارش یک خبرنگار کشه و نه تنها دولت سعودیه، بلکه مافیای خطرناک حاکم بر سعودی پشت این تلویزیون هستش. تقاضای اول من از فعالان سیاسی و دوستان عزیزیه که تا به این لحظه به این تلویزیون رفتن و به این تلویزیون و به این پلتفرم آلوده سعودی اعتبار دادن، ازشون میخوام که با یک جمله حداقل قطع ارتباط رسمی خودشون رو اعلام کنن. دوستان عزیزی مثل جناب آقای دکتر صادق زیباکلام، جناب آقای جوادی حصار، آقای قاسم شعله سعدی، آقای نوریزاد، جناب آقای مهدی خزعلی، فعالان ملی مذهبی خارج از کشور مثل جناب آقای تغییر رحمانی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان، فعال ملی گرا، جبهه ملی، آقای کوروش زعیم، آقای نامور علیرضا نامور حقیقی، خانم ملیحه محمدی، فعالان زنان که به صورت مرتب در این تلویزیون برنامه دارن، خانم آسیه امینی، منصوره شجاعی، نعیمه دوستدار و غیره. من معتقد دیروز آقای مصطفی تاج‌زاده مقاله به نظرم بسیار درستی نوشتن و رفتن به تلویزیون ایران اینترنشنال رو عملا استفاده از پول آلوده سعودی عنوان کردن و گفتن جایگاهی در جامعه مدنی ایران نداره و از فعالان خواستن که به این تلویزیون نرن. من از بقیه دوستان اصلاح طلب داخل کشور هم استدعا میکنم، التماس میکنم که بیان و به همین صراحت خط کشی کنن با این پلتفرم آلوده سعودی. و من معتقدم از این لحظه بعد اگر کسی به این تلویزیون رفت، به راحتی بر بشه از چپ سعودی، از فمینیسم سعودی، از فعالان زن سعودی، از ملی مذهبی های سعودی، از ملی گرایان و جمهوری خواهان سعودی بعد از این لحظه به بعد حرف زد و هیچ گونه بهانه‌ای برای رفتن به این تلویزیون نیست. تقاضای دوم من از سفارت محترم ایران در لندن و جناب آقای بعیدی نژاده. آقای بعیدی نژاد، گاردین معتقده که بسیاری از کسانی که در ایران اینترنشنال کار میکنن راه برگشت ندارن و وحشت از جریمه و در واقع تهدیدهای راب بینن، رئیس این تلویزیون، به جریمه های سنگین مالی و اخراج از بریتانیا دارن. من تقاضای کمترینم از شما اینه که به این دوستان، در نهایت ایرانیانی هستن که به هر علتی، حالا چه طمع چه علتهای دیگه، به این تلویزیون پیوستن و نمیدونستن این پول مال سعودیه. شما به عنوان سفارت ایران موظف به دفاع از این شهروندان ایرانی هستید و کمترین کاری که میتونید بکنید اینه که براشون یک وکالت و یک مشاوره حقوقی مجانی بگیرید و بهشون حداقل این اطمینان خاطر رو بدید که به ایران میتونن برگردن یا حداقل در حمایت سفارت ایران خواهند بود. ما نباید بگذاریم تعدادی از خبرنگاران ایرانی به اسارت مافیای سعودی در داخل لندن در بیان. من معتقدم با کمک همدیگه میتونیم این پلتفرم آلوده سعودی رو شکست بدیم و این خطر بزرگ رو از فراز آسمان جامعه مدنی ایران دور کنیم.